3000 نوع اسلحه داره رژیم صهیونیستی تو زنجیره تسلیحاتیش. حزب الله لبنان با 10 نوع سلاح در جنگ 33 روزه این 3000 نوع سلاح رو خنثی کرد. یعنی همین سلاح سبک دستیشونه، یه راکتی دارن که روی لند کروزر میذارن شلیک میکنن شبیه کاتیوشاست، یه موشک ضد تانکی دارن اسپیگات و مالیوتکا که شما توی فیلم 33 روز یه صحنه‌اش رو میبینید که اون موشک شلیک میشه، یه موشک کروز دارن، این راکت 333 میلیمتری فجر، خیرش رو ببینید، 10 نوع سلاح. حماس این 10 نوع رو هم نداره، یعنی حماس با 5 نوع سلاح، جهاد اسلامی با 5 نوع سلاح. اونهایی که همیشه امیدشون رو برای حل مشکلات جامعه به بیگانه معطوف میکنن، حواسشون باشه، میشود ارتش سراپا مسلحی که کل پیمان ناتو پشت سرشه، کل ایالات متحده به عنوان جبهه کفر پشت سرشه، کل انگلیس و فرانسه پشت سرشن، کانال میزنن، مسیر مشخص میکنن، از سراسر جهان برای اینا اسلحه میارن، اینا با 3000 نوع زنجیره تسلیحاتی که تمام حقوق بین الملل در شورای امنیت سازمان ملل حامی اینهاست، اقتصادشون به همه منابع قدرت جهانی وصله. وقتی خدا ارادش میشه اینکه انتصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، کسی که خدا رو نصرت و یاری کنه خدا حتما یاریش میکنه و بهش ثبات قدم میده. و با 5 نوع سلاح این رو تو 51 روز بر جبهه کفر با 3000 نوع زنجیره تسلیحاتی پیروز میکنه. مگر اینکه چشم انسان، چشم دل انسان کور باشه دست خدا رو نبینه، مگر اینکه چشم دل انسان کور باشه نصرت و عنایت و هدایت الهی رو نبینه. در این صورت به جایی که خدا رو ببینه کد خدا رو میبینه. وقتی کد خدا رو دید، جبهه و نگاه و جهتگیری ذهنیش از خدا معطوف میشه به کد خدا. حالا این کد خدا رژیم صهیونیستی آمریکاست، انگلیس، فرعون، هیتلر، نمرود، هر کسی میخواد باشه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. 114 روز، 114 روز، یک 33 روز 1385، یک 22 روز 1387، یک 8 روز 1390، یک 51 روز 1393، جمعش میشه 114 روز. 114 روز رژیم صهیونیستی 4 تا درگیری رو شروع کرد، تو هر 4 تا شکست خورد. جهان محکومش کرد. افکار عمومی جهان تو سراسر جهان راهپیمایی کردن، محکومش کردن. نتوانست افکار عمومی جهان رو قانع کنه، نتوانست مردم خودش رو قانع کنه و نتوانست به اهدافی که در نظر گرفته بود در اون حمله نظامی دسترسی پیدا کنه. بعد مدیرانی در نظام جمهوری اسلامی بلند شدن رفتن در دانشگاه تهران نشستن. وقتی دانشجو بهشون گفت آقا چرا در مقابل غرب دارید کرنش میکنید به عنوان مسئول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، گفت آقا آمریکا یه بمبی داره میزنه همه چیز ما نابود میشه. وقتی کسی رعب دشمن تو دلشه، مرعوب از سوی دشمن، خب طبیعی است که این خدا رو تو اون مرحله فراموش کرده دیگه. یعنی شما نمیتونی ببینی 114 روز یه ملتی که مثل لبنانیا سلاح اتمی نداشت، ناو نداشت، تانک نداشت، هواپیمای جنگی نداشت، هلیکوپتر نداشت، 1000 تا جوان با یک کوله پشتی، با یک اسلحه سبک، یک راکت انداز محدود که بعد میکردن زیر زمین میوردن بالا شلیک میکردن دوباره پنهان میشدن. آیا رژیم صهیونیستی با دارای 400 کلاهک اتمی، با موشک جریکو، با برد بیش از 5-6000 کیلومتر کاری ازش اومد؟ ملتی مثل ما که یک سوم اروپا وسعت داره خاکش، کشور انگلیس اندازه استان سیستان و بلوچستانشه، کشور آلمان اندازه دوتا از استانهای کوچیک ماست، کشور بلژیک، کشور اتریش، کشور فرانسه، کشور اسپانیا، هر کدوم از این کشورها رو بگیری اندازه یکی از استانهای ماست، دو تا ارتش مقتدر داریم که دو جور متفاوت می‌جنگن. کشوری که 80 میلیون جمعیت داره و بخش عظیم نیروی جوانش علقه تفکر بسیجی داره و آماده ایستادگی است. همینایی که امروز تابوت‌های اونها میاد و پیکرهای مطهرشون در سرزمین سوریه و سرزمین عراق در دفاع از حرم اینگونه با رشادت شهید میشن. این ملت
از یه دونه بمب آمریکا میترسه. اگه میخواست بترسه که این ملت انقلاب نکرده. اما دولتی که دستگاه سیاست خارجیش از اون بمبه میترسه، تا اینکه بالاخره رهبر مملکت مجبور میشه به وزارت دفاع دستور بده که یک نمایشگاهی از تسلیحات بچینن اونطوری که تلویزیون نشون داد، بعد مقام سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو ببرن در واقع سان ببینه از این تسلیحات، که آقا این تسلیحات رو ما رو ببین. اشتباس این مسئله، چون اگه قرار بود ببینه اخبار رو که میخون 33 روز حزب الله لبنان با 10 نوع اسلحه در مقابل 3000 نوع اسلحه رژیم صهیونیستی شکستش داد. یک سلاح رژیم صهیونیستی ماهواره های KH-11 ایش، ماهواره هایی که وقتی از بالا تمرکز میکنن شما نمیتونید تعرض داشته باشید. چه کرده خدا که ماهواره های KH-11 آمریکا و KH-11 رژیم صهیونیستی نمیتونستن ببینن اینا از کجا دارن شلیک میکنن که همونجا رو بزنن؟ اینا دیگه آیه وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون. قول داده دیگه، گفته جعل میکنیم جلوشون پرده ای، پشت سرشون پرده ای که لا یبصرون، نتونن ببینن. هر وقت شما خدا رو یاری کنی، خدا کاری میکنه که ماهواره های KH-11 نتونن ببینن شما کجا داری راکت شلیک میکنی. آخه یه باریکه 40 کیلومتری توی غزه که عرضش مثلا در بهترین حالت 5-6 کیلومتره، 1,000,000 نفر داخل اونجا باشن، حالا شما داخل این مردم میخوای یه جایی رو باز کنی، راکت فجر 333 میلیمتری 5 متر طولشه، 333 میلیمتر قطرشه، وقتی شلیکش میکنی کلی آتیش و دود و گرد و خاک پشتش میاد بیرون. چطور ماهواره های اسرائیلی و آمریکایی نمیدیدن این راکت داره پارسال شلیکش؟ آقا یه دونه دو تا سه تا که نیست، 4400 راکت شلیک کرد. غیر از اینه که به این آیه باید اعتقاد داشته باشی که وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون، فهم لا یبصرون نمیتونن ببینن دیگه.